بریم برای اجرای بعدی. احسان یاسین 22 ساله از تهران. خیلی ممنون احسان عزیز. توی این دورانی که این نوع موسیقی به شدت داره طرفدار پیدا میکنه همه جای دنیا، نشون دهنده اینه که در واقع مخاطب بسیار دوست داره این نوع موسیقی رو، این موسیقی که یه ارتباط ویژه داره با در واقع بخش‌هایی از
عقاید ما که دوستش داریم، و تو میتونی کاملا توی این حوزه یک برند ایرانی باشی و امیدوارم اینقدر بدرخشی که همه رقبای در واقع سایر ملل رو بزنی کنار حسابی، چون این پتانسیلش در تو هست و خیلی راه سختی داری، خیلی راه سختی داری، چون واقعا انتظار میره از تو که یک برند باشی، یک برای خودت یک اسمی باشی فراتر از این جغرافیا. خیلی ممنون ازت. کار در مورد این که به سه زبان میتونه بخونه به نظر امتیازیه برای احسان، چون البته به حال ببین باعث میشه که سه مخاطب مختلف در معرض این موسیقی قرار بگیره، یعنی هم زبان انگلیسی، هم زبان عربی، هم زبان فارسی، و این نوع موسیقی احسان جان خیلی داره گسترده میشه و ما واقعا توی سرزمین خودمون احتیاج داریم که این نوع موسیقی، حالا با کسایی با استعدادهایی مثل احسان، تشویق بشه و به شدت هم باید کار کنن، چون رقبای خیلی قوی دارن روی این زبان‌ها، باید دونه دونش کار بشه جوری که برای تمام این مللی که به این زبان‌ها صحبت می‌کنن قابل فهم، درک و متونی هم که نوشته میشه براش خیلی باید جدی و درست بهش نگاه بشه. ببخشید پر حرفی کردم. مخلصیم. نگران بودم که نسبت به کار قبلیتون نتونید اون تفاوت آشکاری که نیاز نیمه نهایی هست و به دست بیارید. خدا رو شکر به دست آوردید و ما مثل دفعه پیش و بهتر از دفعه پیش، به جای اینکه صدای شما رو فقط از دهانتون بشنویم، از قلبتون شنیدیم و این یه امتیاز خیلی بزرگه برای خواننده که بتونه با صدایی که از قلبش برمیخیزه وارد خلوت آدم ها بشه و در خلوت آدم ها، جایی که معمولا در بسته است و کسی نمیتونه ورود کنه، به تغییر باورهاشون، به اصلاح خواستاشون، تنظیم خواهشهاشون، دلبستگیهاشون، دلتنگیهاشون، یک نظم و یک آرایش خوب و خدایی بده. انشالله همونطور که کارن گفت بتونید این مسیر سخت و با جدیت دنبال بکنید، وگرنه به یه مرحله میرسید که دیگه منحنی رشدتون افقی میشه. انشالله همیشه این منحنی رو به بالا و صعودی باشه. به دعای شما ممنون. همیشه هنر تلفیقی خیلی جذابه و این جذابیت رو همه کس نمیتونه روش احاطه داشته باشه، بتونه تماشاچی جذب کنه. خدا رو شکر شما این ویژگی رو دارین و همونطوری که آقای اسماعیلی گفتن، شما صدایی دارین که قلب ها رو تصاحب میکنه. خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی صدای خوبی دارین. من صداتون دوست دارم، اجراتون رو خیلی دوست داشتم و مدل خوندنتون و مدل حضورتون رو صحنه خیلی درسته، اکت عجیب غریبی نداره، ولی انقدر درست و به جاست که خیلی تقاضای اینو نمیکنه که تو کار عجیبی انجام بدی تا ما تو رو بشنویم. موفق باشی. خیلی خیلی متشکرم. خسته نباشید. چی نگفت بهش؟ نه دیگه، گذاشت شما همیشه میگیم خسته نباشی. شما گفتیم بزن. خسته نباشی، معید باشی جمع. خب حس حالتون، انرژیتون و رنگ صدای خوبتون و قطعه‌ای که انتخاب کرده بودین، تنظیمی که داشت، اینا همه خیلی عالی و خوب بود و شما هم خب مسلطین به صداتون، کنترل خوب دارین رو صداتون، ولی این حجم و حیا هم دیگه تا حدیش خوبه، بقیهش دیگه حالا دیگه وقتی میری رو صحنه باید خود دیگه رهاتر و دیگه خیلی هم دیگه سیخ و اینجوری وایسی و اینا دیگه جواب نمیده، خیلی خجالتی و خجالتیه. آره یه خود اینا رو رها شو ازش شو دیگه. بزرگترین خلاف زندگیش اینه که با پارچ آب خورده یه بار حساب. باباش هم دیده ها؟ باباش هم دیده. باباش هم دیده. باباش هم اینجا. لطفا بهشون نگید. ندیده؟ آره به پدرم نگید. نمیدونم. آره معلومه خیلی بچه مثبت و تو خوبه ها، ولی خب به حال یه خورده تو از این احسانایی که مامان من ببینه میگه از این یاد بگیر بس دیگه. آره. احسان خجالت بکش. خب
احسان میخوای کارو معرفی کن چون دیگه این کار مال خودته. بله این کار تولید خودمون بود، شعر انگلیسی و فارسیش از بنده بود و عربیش هم که بنده و همفکری یزدی دیگه نمیشیم، این دعا مانند بود و ملودی از آقای عرفان طهماسبی و بنده. باری که علاوه عرفان و تنظیم هم از آقای مهدی نادی صفایی بود و تو زمان خیلی کمی هم انجام دادن. من تشکر میکنم ازشون، هم از ایشون، هم اگه اجازه بدین از علیرضا مرادی عزیز که تو این مسیر خیلی همراه هم بودش. احسان تو اجرای قبلی تو خیلی دوست داشتن، همین نکته که کارم میگفت برای خود منم جالب بود که انقدر مخاطب جدی داره این فصل. تو مرحله بعد که حالا این مرحله است که در نیمه نهایی داره کارش رو اجرا میکنه احسان، باز شدیداً تو اصرار داشتی که تو همین فضا کار کنی، با اینکه تنوعی بیشتری بود، حق انتخابای بیشتری داشتی، اصرار تو، اصرار بیش از حد تو برای این جنس اجرا از کجا میاد احسان؟ قبل از همه چیز بگم، بیشتر از اون چیزی که انگیزه معرفی خودم رو داشته باشم که دارم، خیلی دوست داشتم این سبک توی همچین کشوری که این پتانسیل رو داره و مردمش بخوان نخوان دلشون انقدر متعلق به این مضامین هستش که ناخودآگاه تأثیر رو میگیرن. من حدوداً 6 سالم بود، صدای بدی نداشتم، با قرآن شروع کردم خوندن رو. یعنی قاری بودی؟ حافظ بودم ولی با صوت حفظ میکردم چون سواد نداشتم. و استاد قرآن هم یه بار مادرم گفته بودن روزی شاید برسه این بچه قرآن بخونه و حضاری، حالا اشک جاری بشه و شبیهی. بهتر شد، سال سوم ابتدایی بودم، لوزه عمل کردم، صدام بهتر شد. سال چهارم ابتدایی اولی مقام قرآنی بردم، فکر کردم دیگه واقعا خبری. سال پنجم ابتدایی یه شب صدام گرفت، شبیه به درازای 4 سال. 4 سال؟ 4 سال. انقدری اون صدای بد شد که حتی در صحبت کردن عادی من دچار مشکل بودم. شاید بگم عزیزانم که همیشه برام عزیزان ادای صدامو در میوردن، یا دوستی رو داشتم که مثلا هنوز خاطرم از تو راه جایی هم بودیم، خواهش میکردن کافیه دیگه صحبت نکن. صدای گوش خراش و دل خراشی بود. اما گذشت، من رفتم دکتر به طب حنجره، یه معاینه داشتن نصف و نیمه، ولی وقت عمل تنظیم کردن و یعنی گفتم باید حنجره تو جراحی کنی، ولی دستگاهی داشتن، یه چیزایی دیدن چون خیلی سخت بود این تعامل کردنش، کامل نتونستن، ولی خب به هر حال وقت عمل تنظیم شد. قبل از عمل من یه جلسه یکی از اساتید سه‌شنبه‌ها هم خاطرم هست بود، به یه عزیز توصیه کردن هیچ وقت حنجره رو عمل نکن، یعنی تا جایی که میتونی، چون تیغ جراحی دیگه اون قدم آخر، یا میشه یا نمیشه. و من از عمل در حقیقت منصرف شدم. گذشت، سال سوم راهنمایی خدا خواست مشرف شدم به خونه خدا. یه تعبیر دلی هست، میگه وقتی اولین نگاه رو به خونه کعبه میندازی، سه تا آرزوی برآورده شده داری. یه موقعی آدم اتمام حجت میکنه با خدا، میگه این کارو بکنی من قول بهت میدم. حس کردم، گفتم اگر بهم برگرده، ذکرشم اینه: یارا دماغت فات، ای بازگرداننده آنچه که از دست رفته. گفتم تا جایی که بتونم تو راه خودت استفاده میکنم. تو این سالهایی که گذشت اینو بگم، من یه وحشتی که دارم اینه فکر کنن خیلی آدم خوبیم، واقعا اینطور نیست. من یکی از عادی ترین انسان هام، حالا اینکه اینجا وایسادم دارم به خاطر استایل و کارمه، حرمت اون کارو دارم حفظ میکنم، وگرنه منم پیش رفیقام باشم یه آدم کاملا عادی هم. و من اینو نفهمیدم، یعنی تو در دیدن خونه خدا گفتی حنجره اومد من برگردون، من تو مسیر تو میخونم. من دقیقا همین، من سوم راهنمایی برگشتم از اون سفر. سال اول دبیرستان، یکی دو ماه از سال گذشته بود، قرآن خوندن سر صف شروع شده بود و حنجره برگشت کامل، آروم آروم برگشت. سال دوم دبیرستان، سال بعدش، یعنی من یه دوره صداسازی رفتم و بعدش اولین ترک استادیوم رو منتشر کردم. و یه چیزی میخواستم بگم، دیدن خونه کعبه صرفا ملاک نیست، یعنی خونه خدا تو قلب هر انسانه. برای دیدن خدا هم کافی آدم چشاشو ببنده، و اینو من به عنوان گناهکارترین دارم میگم،
به عنوان کسی که خجالت میکشه از این چیزا حرف بزنه میگم، ولی خوشحالم من بازخوردا رو دیدم. فقط اینو فهمیدم که دست من نیست، یعنی کارو یکی دیگه دست گرفت. صدات کردم اونجا بودی، بدون تو معنای عمر چیست؟ وقتی ندانم اسراری از خیر خواهم، رضای تو جانم فدا. من همیشه سعی کردم تو این موضوعات هم صادق باشم هم خیلی صریح با بیننده. واقعا این اصرار و علاقه و الگوی خود احسانه، یعنی نه ما ازش خواستیم، با اینکه میتونست خب فضای وسیعی تو موسیقی ما وجود داره، کلی کار دیگران دارن، مثل خیلی از بچه‌ها که روی صحنه میان کار اونا رو بخونه و شما شاهد بودین، شنونده بودین، کار بسازه تو مدلای مختلف پاپ و اینها، ولی پافشاری جدی داره و براش این فضا جذابه، جز این انگار انگیزه ای نداره و مطمئنم که این حرف از قلبش میاد. دوست داری چیزی بگی یا در فینال ببینیمت؟ متشکرم خانم آقایان، احسان یاسین رو در فینال می‌بینید.